شخصی هم به پیامبر خدا عرض کرد که یا رسول الله، من دوست دارم آدم عفوی باشم، زود گذر باشم، اهل بخشش باشم، ولی نمیتونم، نفس من به من اجازه نمیده. پیغمبر خدا به او فرمودن که آیا تو دوست نداری که روز قیامت خدا تو رو ببخشه؟ چرا من دوست دارم؟ کی هست که دوست نداشته باشه بخشش و عفو خدا رو؟ حضرت بهش فرمودن اگر تو دوست داری خدا با تو به عفو بهش رفتار کنه، تو هم با خلق خدا با همین شیوه رفتار کن، تو هم ببخش تا اینکه خدای متعال تو رو ببخشه. بعضی انسان ها این گونه هستند، خطا رو زود ازش میگذرن، عذر رو زود قبول میکنن، و نقطه مقابلش هم این هست که انسان خدایی نکرده کینه افراد رو به دل داشته باشه. گاهی یک خطایی یک شخصی 20 سال قبل انجام داده، 10 سال گذشته یک خطایی در یک مجلسی یه صحبتی، میبینی افراد هنوز با یک حال و هوای خاصی اون قصه رو نقل میکنن که بله ایشون در 20 سال گذشته همچین حرفی به من زد. نه، اینها در شأن مؤمن نیست. ارزش انسان بالاتر از اون هست. قلب انسان خیلی ارزشمندتر هست که در اون کینه ها و کدورت ها قرار بگیره. ای کاش تصمیم بگیریم که از همه بندگان خدا دلمون رو پاک کنیم. غل و کینه و کدورتی از کسی در دل ما نباشه. بگذاریم به این امید که خدای متعال هم از سر تقصیرات ما درگذرد. و بله، این خیلی مهمه که ظرف گرانبهای دل رو انسان مشغول به این امور نکنه. خیلی اشیاء قیمتی تر و ارزشی تر باید در این ظرف قرار بگیره.